امیدوار هستیم که بازی قشنگی رو دو تیم استقلال و صنعت نفت آبادان به نمایش بگذارن. آبی پوشای استقلال دور برگشت رو آغاز خواهند کرد، دور رفت رو با پیروزی و برد دلچسب مقابل صنعت نفت آبادان آغاز کردن و با قهرمانی هم در دور رفت تونستن شرایط خوبی داشته باشن. دیروز پرسپولیس در عراق مغلوب آلومینیوم شد و البته سپاهانی که درگیر بود با مسابقات جام باشگاه آسیا در اصفهان متحمل شکست تلخی شد و شانس سودش رو به حداقل رسون. موقعیت برای تیم استقلال، ضربه‌ای که زده میشه، توپ از بالای دروازه صنعت نفت آبادان به بیرون میره. بلافاصله آقای اکرمی میره ببینه چه اتفاقی افتاده تا بازی با چالش روبرو نشه، به تیم صنعت نفت کمک بکنه. یه توپگیری خوب، فرصت در محوطه جریمه، خطرناک این موقعیت. ریکانی ضربه رو میزنه، توپ رو پاش نچسبید. عرض کردم با یک حفظ توپ در این منطقه استقلال به دنبال روزنه ایست برای باز کردن دروازه صنعت نفت. خروج خوب، توپ رو مشت میکنه. یه ارسال تماشایی، هرچند که به این موضوع هم باید اشاره داشته باشیم، استقلال روی این ارسال‌ها آرمین سهرابیان رو هم میبینه در نقش گلزن. در بازی اخیر اتفاق رخ داده، تیر دورتر، بلانکو، فرصت روی خط و توپ رو برمیگردونن. سهرابیان بود که میرفت دروازه صنعت نفت رو باز بکنه، بغل پا زد بلانکو، یه حرکت رو به جلو و داور سوت میزن و خطای مهاجمین استقلال رو میگیره. صنایع سپاه نشون میده چه اتفاقی افتاد. اینجا بغل پای خوبی رو زد و دروازه‌بانی که عالی واکنش نشون میده. دیدیم لغزنده بودن زمین رو، همین موضوع کافیه که سهراب وقتی رزده بخواد از بازیکنهای تیمش که مرتکب خطا نشند. با این حفظ توپ به دنبال خلق موقعیت، ببینیم چه اتفاقی میفته. روی ارسال خطرناک، یه لحظه اونجا تعادل رمضانی به هم میخوره، توپ به سمت راست میره، پاسای کوتاه، بلانکو مکس میکنه، میفرسه، برمیگرده، توپ توسط عرفان قهرمانی و آهسته آهسته توپی که به سود استقلال به بیرون میره تا دستاوردش ضربه کورنر باشه. جام حذفی رو با ناکامی پشت سر گذاشت، اما امیدوار هستش که لیگ بتونه اون انسجام لازم رو به صنعت نفت آبادان برگردونه. هردانی، یه آدرس اشتباه با فریب با پای چپ، خطرناک ضربه سری که میتونست بهتر از اینها بزنه جلالی. دفاع راستی که این ارسال خوب رو انجام میده، دفاع چپی که خوب اضافه میشه اما ضربه آخر رو خوب نمیزنه. با هم میبینیم با پای چپ میتونه شوت بزنه، موقعیت برای بلانکو، همکاری او با روزبه چشمی در آخرین لحظه بازی میرفت منجر به گل استقلال بشه. چه همکاری خوبی رو انجام دادن بلانکو و روزبه چشمی. گلزنی برای استقلال، رافائل اونجا اعتقاد دارن توپ خورده به دست بازیکنه صنعت نفت، توپ همچنان در محوطه جریمه است. در این لحظه سوت پایان نیمه اول رو آقای اکرمی به صدا در میاره، لحظاتی که دلهور آور بود برای صنعت نفت آبادان. انجام شد در محوطه جریمه که استقلالی اعتقاد داشتن توپ دست مدافع صنعت نفت خورده. به بازی برگردیم، آبپیچای استقلال از جناح چپ اضافه میشه اونجا، موقعیت شوت زنی برای مهدی پور، چه گلی میزنه، چه کار تاکتیکی عالی و چه جوابی میگیره جواد نکونام از این تغییر سیستم. عالی زد، کاری از دست هیچ کس بر نمیومد و توپ رفت بر دروازه صنعت نفت آبادان، چیزی که انتظارش رو نداشت سهراب بختیاری زاده. ایستاد و نگاه کرد آرمین سهرابیان، اینجا از زاویه دیگری با هم ببینیم. قشنگ توپ چسبید رو پای مهدی پور، یکی از زیباترین گلای این فصل فوتبالمون رو استقلال توسط مهدی پور به ثمر رسوند. فرصت خوبی است برای صنعت نفت، ضربه‌ای که زده میشه، توپ مسیرش جوری نیستش که به دردسر بندازه حسینی رو، توپ از اون میگیره، زننده تکل بازی، اما در ادامه اشتباه هردانی، یه ضربه، توپ با اختلاف از بالای دروازه استقلال رای آوت میشه. این گونه دروازش مورد تهدید قرار بگیره و کمکاری هافک‌ها رو دلیل این موضوع میدونه.
طالب ریکانی در محوطه جریمه پرتعداد بازیکن هر دو تیم، ارسال خطرناک یه لحظه اونجا توپ از دستان حسینی هم عبور میکنه و به شکلی خطرناک از کنار دروازه استقلال به بیرون میره. آفساید گیری رو انجام میدن بازیکن صنعت نفت. ریسک بالایی داره بلانکو، ضربه تماشایی او که شانس با صنعت نفت یار بود که توپ در دروازه قرار نگرفت برای بار دوم. صحنه سر رو با هم ببینیم، جایگیری بین دو تا مدافع و این پرواز که ببینیم توپ چگونه به بیرون رفت. توپ آورده در محوطه جریمه رضاوند، هردانی نگاه میکنه، کوتاه نمایشی میزنه ولی توپ در دستان پیام پارسا قرار گرفت. تکذب جلالی، فضای خالی این سمت برای بلانکو میزنه و بازم با بدشانسی روبرو میشه. توپا خوب بهش میرسه. فرار میکنه هردانی، میتونه گل دوم رو خودش شاید پاس بده که اینجا نه خودش زد و نه پاس داد. جلالی ببینیم به توپ میرسه یا نه، با تلاشی که انجام داد رسید، موقعیت رو هم به وجود میاره برای بلانکو، میتونه ضربه رو بزنه مکس و درنگ و این فرصت هایی که حالا بارانی اشتباه محمدی میره تک به تک بشه، میتونه تغییر وضعیت بده. واکنش دیدنیه پارسا صنعت نفت تو بازی نگه میداره. ضربه خوب محمدی و از اون بهتر واکنش پیام پارسا، از یه بازیکن عبور میکنه، دومی رو هم فریب میده. ببینیم کورنر میگیره که این اتفاق میفته. یه اشتباه از بازیکنه صنعت نفت، رضاوند یه سر توپ میزنه، منتظر حرکت فخرالدینی میمونه. خود فخرالدینی دومین فرصتی که در این لحظات نصیبش شد. همه نگاه ها به حسن اکرمی و اعلام پایان این دیدار، دیداری که میره با نتیجه 1-0 به پایان برسه که میرسه و با این 3 امتیاز صدرنشینی خودش رو تثبیت میکنه.